بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تیوی که قرار شده از این به بعد برنامه ما رو تو مسلمان تیوی ببینن. امیدوارم حالتون خوب باشه، اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوکه کوک. اگه تا به حال عضو کانال مسلمان تیوی نشدید، روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه. با برجام فرهنگی میخوان فاتحه جمهوری اسلامی ایران رو بخونن. برنامه‌مون فوق‌العاده مهم و ویژه است. یه خانم بدحجاب هم یه پیام خیلی ویژه به من داده که انتهای برنامه بهش میرسیم. اما بریم صحبت‌های معاون دادستان کل کشور رو در رابطه با همین برجام فرهنگی که عرض کردم ببینیم و بشنویم. برگردیم یکی دوتا کلیپ دیگه هم داریم که فوق‌العاده مهمه. این قانون اومده که مشکلات رو برطرف کنه، مشکلاتی که قوه قضاییه داشته. اولا من آقای مابی عرض کنم، من به نمایندگی از قوه قضاییه نیومدم. تقریبا شب بود به من زنگ زدم که برنامه‌ای در این زمینه وجود داره، اگر شما میتونید نظرات شخصی خودتون رو بگید. من به عنوان یک به هر حال قاضی یه حقوقدان دارم این مسائل رو مطرح میکنم، نماینده قوه قضاییه نیستم. در این طلبه که تو تصویر میبینید آقای جلیل محبیه، ظاهرن میگن این لایحه جدید عفاف و حجاب رو ایشون نوشته. البته من مطمئن نیستم، شنیده ها رو دارم میگم. ما تو لایحه قبلی که قوه قضاییه داده بود یه برنامه داشتیم، اگر اون ندید حتما برید ببینید. گفتیم لایحه ضد حجابه، نه لایحه ترویج حجاب. اینم همینه، بدتر از اون. درسته بعضی هم میگن آقا چیزای خوبی توش هست، که الان یه کلیپ بهتون نشون میدم. یه دوست خوبی فوق‌العاده صحبت کرده، به خاطر اینکه اون حرفایی که من می‌خواستم بزنم ایشون زده، دیگه من صحبت نمی‌کنم، اون کلیپ رو می‌ذارم ببینید. اما صحبت‌های ایشون رو بشنوید، خیلی قابل تعمل. در این حال که به هر حال پست سازمانی من معاون دادستان کل کشور در امور نظارت بر دادسرا است. خدمتتون عرض کنم که خب این قانون اومد مشکلات ما رو حل کنه. گفتن آقا علت این که ما به هر حال با بدحجابی برخورد نمی کنیم و وضعیت جامعه به این به هر حال جوری به اینجا رسیده و اینا، اینه که قوانین ناقص هستن، ضعیف هستن. ولی متاسفانه قانونی که وضع شده بسیار ضعیفتر از جهات مختلف، من دارم میگم بسیار ضعیفتر از قوانین قبلیست. مثلا ما الان یک قانونی داریم به نام قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی رو جریه دار میکنه. اونجا میگه پلیس مکلف است کسانی را که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع است و یا موجب ترویج فساد است و یا حد که عفت عمومی است توقیف کند. الان اومده در این قانون گفته نه خیر، پلیس اگر دید کسی بد پوششه حق ندارد با این برخورد کند. یکی از وظایف پلیس پیشگیریه. متاسفانه هیچ وظیفه‌ای برای پلیس در این زمینه در نظر نگرفتن. صرفا پلیس شده عکاس، یعنی بره تو خیابون بگه خانم یه لحظه چیک چیک عکس بگیره تو آرشیو نگه داره، بعد بفرسته قوه قضاییه، قوه قضاییه اینو بفرسته مثلا اون سامانه که تو اداره ثبت احوال هست که کارت ملی و اینا رو رفتید بگید عکس ازتون گرفتن، اثر انگشت گرفتن، اونجا تطبیق بده حالا هوش مصنوعی و فلان و فناوری‌های پیچیده. بعد اگر تشخیص داد ایشون خانم مثلا ایکس هستن، برای ایشون یه ابلاغیه مثلا در قالب احضار الکترونیک بره، ایشون سامانه سنا داشته باشه نداشته باشه، خلاصه کاری نداریم اینا رو. همه فرض ما اینه که همه چیز تکمیل باشه، یعنی عکس بلافاصله رفت اونجا، شناسایی میشه اونجا تو سامانه سنا، ایشون بالاخره رفتن ثبت نام کردن، بعد ابلاغی هم بهشون میره، بعد ایشون تشریف میارن دلشون خواست، دلشون هم نخواست که دیگه مابقی مراحل دادرسی و اینا. اما اگرم بیان دفعه اول که فکر کنم در حد تذکر و اینهاست، که حالا اون دوستمون تو اون کلیپ که میخوام نشون بدم حرفای جالبی زده. خب چه آزاریه وقتی تو الان قانون داری که میتونه برخورد بکنه، این قانون رو میخوای بذاری کنار یه قانون جدید بیاری. من همون شبی که تحسن کنندگان رو بازداشت کردن تو خیابون داشتم میرفتم یه کلیپی گرفتم، گفتم آقا شما قانون جدید رو موقعی میاری که قبلا این قانون نداشتی. الان رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، رئیس جمهور میگن آقا قوانین فعلی کفایت میکنه، چرا قانون جدید آوردید؟ حالا که قانون جدید آوردید چرا اینجوری، چرا ناقص؟ ادامهش هم بشنویم. اومدن بدپوششی رو در این قانون تعریف کردن، تبصره یک ماده 49 این لایه. بعد میگن اگر موی سر قسمتش بیرون باشه یا گردن برهنه باشه یا دست تا ساعد، یعنی کسی آستین کوتاه بپوشه
این بدپوششی نیست. دقیقاً چیزی که دو سه ماه دارم میگم، حجاب شرعی رو دارن برمیدارن حجاب عرفی تعریف میکنن. 10 قدم عقب نشینی. خب اینا الان اومدن تو زن زندگی آزادیشون با این نحوه رفتار در مقابل فشل بودن تو به عنوان حاکمیت، یه قدم اومدن جلو، گفتم ما میخوایم کشف حجاب کنیم. خب حالا کشف حجاب اجازه نمیدید، داغل دیگه موی سر بیرون باشه، آستین کوتاه بپوشیم، سر و گردن بیرون باشه و اینها، بعد شما کاری نداری، عقب نشینی میکنی. چه پیامی به اون صادر میکنی؟ این پیامو بهش صادر میکنی که فردا برای تمام مطالبات غیر قانونی خودت میتونی به حاکمیت فشار بیاری، اصلا کودتا کنی، براندازی کنی، کاری نداره که. شما قبل از فوت مهسا امینی گشت ارشاد داشتی، این گشت ارشادت هم به خاطر این بوده که با ولنگاری و اینها مقابله کنی. مهسا امینی که فوت میکنه، عقب نشینی میکنی، اونا 10 قدم میان جلو، شما 100 قدم میری عقب. هدف اونها چیه؟ از اول گفتن مرگ مهسا امینی نمیدونم اقتصاد و فلان بهانه است، ما دنبال براندازیم، اصل نظام رو نشانه گرفتیم. خب حالا تو یکی یکی سنگرها رو داری میدی به دست دشمن، فتح میکنه میاد جلو، آخر سر میخواد جمهوری اسلامی رو بگیره، چیکار میکنید؟ این از برجام خطرناکتره. برجام اگر باعث شد راکتور عراق رو گل بگیریم درشو، این کل حیثیت نظام رو میبره زیر سوال. دیگه خانواده‌ای وجود نداره، دیگه غیرتی وجود نداره، تو بدتر از غرب میشی. غرب میگه آقا به اون معنا که تو دین داری من دین رو قبول ندارم، یا نهایتاً یه جامعه سکولار میخواد تشکیل بده، یا مسیحیت تحریف شده رو غالب کنه به مردم، یا آتئیسته، یا اصلا به بنیانهای اخلاقی اعتقادی هیچ تقیدی نداره. ما تو به اسم اسلام در حاکمیت که اسمشو گذاشتی جمهوری اسلامی، میخوای یه کاری بکنی که حجاب شرعی تبدیل به حجاب عرفی بشه، کم کم دین رو بازیچه امیال و نفسانیه یه سری سیاستمدار بکنی، هر جوری دلشون خواست یه تفسیر بکنن. اون استحاله‌ای که رهبر معظم انقلاب ازش صحبت میکنه دقیقا یعنی همین. آقایون برای اینکه از مردم رأی بگیرن، فالوورشون ریزش نداشته باشه، همچنان بر مسند تکیه بزنن، هر کاری میکنن. مردم چه مذهبی چه غیر مذهبی، والله بالله تالله قسم، اگر تو حوزه حجاب و عفاف کوتاه بیایید، دودش تو چشم خودتون میره ها. الان پیام اون خانم بد حجاب رو بهتون نشون بدم، تازه دوزارتون میفته. ادامه‌اش هم بشنویم. در واقع با این قانون اومدن به کسانی که کشف حجاب میکنن مسئولیت دادن. این قانون در موارد مختلفی نقض داره. به هر حال اختیارات بسیج رو در موارد بسیار زیادی ازش گرفته، اختیارات ستاد امر و معروف و نهی از منکر رو ازش گرفته، اختیارات پلیس رو در بخیاری از جا ازش گرفته. من تعجب میکنم چنین لایحه‌ای توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده. این لایحه لایحه قوه قضاییه نیست. این لایحه قطعا اگر حتی با این وضعیت تصویب بشه، من فکر نمیکنم به هر حال در شورای نگهبان به تصویب برسه، چون ایرادات و اشکالات زیادی داره. اگه شما فرصت دارید من به هر حال این ایرادات رو بگم. این لایه با مطرح کردن برینگی و نیمه برینگی بدن و متمرکز شدن روی این موضوع به بدپوششی رو بی اهمیت جلوه داده، موجب چی شده؟ عادی سازی مابقی شقوق کشف حجاب شده. دقیقاً چیزهایی که ما تو این چند ماه گفتیم رو معاون دادستان کل کشور تو 3-4 دقیقه گفت. ادامه‌ش هم بشنم، یه نکته خیلی مهم دارم الان بهتون میگم. خدمتتون عرض کنم در موارد بسیار زیادی این قانون نسبت به قوانین جاری ما قانون ناقصی است و در واقع کمکی است به کسانی که دارن کشف حجاب میکنن. درسته که مجازات کشف حجاب رو در برخی از جاها بالا برده، ولی گفته پلیس اگه بعد حجاب رو دید عکس ازش بگیره، این عکس رو بره از طریق خدمت شما عرض کنم ثبت احوال شناسایی کنه، بعد بده به قوه قضاییه. قوه قضاییه این رو احضار کرد. اگر احضار کرد حق جلبش رو قوه قضاییه نداره، حکم غیابی صادر کنه. درسته. تقریبا چیزی که میشد ظرف یک روز رسیدی بشه، چون به موجب قوانین فعلی که علاوه بر جزای نقضی بسیاری از به هر حال جرائم بسیاری از مجازات های مربوط به محرومیت از حقوق اجتماعی رو که الان شما در آرای دستگاه قضایی هم میبینید وضع کرده بود، این آرا غیر قابل تجدید نظر بودن. در یک روز قاضی میتوانست رأی صادر کنه و حکم قطعی بود، ولی الان با این وضعیت زندگی خیلی زیادی رو در به هر حال برای قوه قضاییه و برای
جامعه ایجاد و آقای خرمادی اجازه بده چون خیلی ساده بخوام بهتون بگم، پلیس یه خانم بدحجاب رو تو خیابون میبینه، بهش میگه خانم کارت شناسایی مثلا داره، اگر داشت کد ملی ثبت میشه، میره توی سوابق این خانم ثبت میشه، درج میشه تو پروندهش، حالا جریمه میشه، دادگاه میشه، حج میشه، در 10 دقیقه، 1 دقیقه، 2 دقیقه. کارت شناسایی هم پیش نباشه، یه نه دستگاهی که بالاخره اثر انگشت میگیره، اثر انگشت رو میگیرن با همون اطلاعاتی که تو مثلا تو ثبت احوال از تطبیق داده میشه، شناسایی که شد حالا یا جریمهش صادر میشه یا هرچی. یه بار، دو بار، سه بار، دفعه چهارم پدر پدر جد طرفو در میاره که بخواد لجاجت کنه با حاکمیت، لجاجت کنه با قوانین موجود کشور. اما اینجا تو این لایه جدید طرف 6 ماه میتونه حاکمیت رو سر کار بذاره، بهش ابلاغ بشه نره، بعد که رفت مثلا میان یه حکمی صادر بکنن، بعد بره اعتراض بزنه، بعد 1001 داستان درست کنه 6 ماه برای اولین بار. دفعه دومم که مثلا اگر کشف حجاب کرد، اگر پلیس موفق شد رفت عکس گرفت، بعد تازه اگر شناسایی شد مثلا ماسک نداشت، عینک نداشت، نمیدونم عکسش بد نیافتاده بود اینا، دوباره یه 6 ماه دوباره اینجوری مملکت رو سر کار بذاره. اما بریم یه بخشی از صحبت‌های این دوستمون رو که تقریبا یه کلیپ 10 12 دقیقه‌ای بود رو با هم ببینیم، برگردیم پیام خانم بدحجاب به بنده رو هم بهتون نشون بدم و یه توضیح کوتاه دارم و برنامه رو جمع کنیم. هر چه بر این ساختمان اتاق بیافزایند، بگن عجب اتاقهای زیبایی، ببینید بازدارندگی داره، ببینید چقدر زیباست، ببینید چقدر ستونهای خوشگلی داره، پایه این خانه بر روی لجن استوار شده است. چه لجنی؟ بدعت تبدیل حرام الهی، حرام سیاسی، حرام اجتماعی به تخلف. مطابق متن لایحه عفاف و حجاب که مجلس منتشر کرده، کلیه اماکن دولتی، ارگانها و نهادهای حکومتی و حاکمیتی موظف به ارائه خدمت به افراد مکشفه و هنجار شکن بودن و صرفا در تبصره 3 ماده 46ش فضاهای اقامتی، تفریحی و گردشگری رو که وابسته به دولت هستن رو ممنوع کرده از ارائه خدمات به این افراد. یه خانومی کشف حجاب شده و کشف حجاب کرده، قانونا میتونه وارد مرکز فرمانده انتظامی کشور بشه و هیچ کس هم حق نداره از ورودش ممانعت و جلوگیری بکنه. طبق ماده تبصره 3 ماده 46ش دوستان بخونن، تبصره 1 ماده 49 همین قانون و همین لایحه، طبق این تبصره بیرون بودن بخش زیادی از موی سر، برهنگی گردن، ساعد و دست و مچ پا، چیزی که الان هست قانونیه، در حالی که این هم به وضوح خلاف شرعه. اصلا لایه‌های حدود امر الهی در مورد کشف حجاب، در مورد حجاب رو کلن برداشتن، حجاب عرفی رو اومدن قالب کردن به حجاب شرعی. این بدعت از کجا اومده؟ با چه جرأتی؟ این رو در یک کلیپ دیگه انشالله خواهیم گفت که از کجا، منشأش کجاست. مطابق ماده 49، 50، 54، 51 و 64 متن عفاف و حجاب که مجلس منتشر کرده، پلیس و سایر ضابطین قضایی حتی اجازه تذکر لسانی هم ندارن. یعنی کسی هنجار شکنی بکنه، کشف حجاب بکنه، شما حق ندارید بهش تذکر لسانی بدید. تنها چه اتفاقی میفته؟ دوربین دستت میدن، دست ضابط قضایی، پلیس یه دوربین داره، دوربین عکس میگیره و اونم میتونه از شما عکس بگیره، تو منتشر میکنه، اونم منتشر میکنه، اون برای خبرگزاری بیگانه، برای رسانه‌ای بیگانه، تو هم اینو نهایتاً به دادسرا. پلیس دیگه اینجا هیچ ابهتی نداره، جلوش هر جرمی میخواد اتفاق بیفته پلیس حق ورود نداره. خب بعدیه، وقتی پلیس مجاز به تذکر لسانی نیست، پلیس نمیتونه تذکر لسانی بده، سایر آحاد جامعه، اون فردی که میاد تذکر لسانی میده هم از امنیت برخوردار نیست، میزننش، کسی هم نیستش دفاع بکنه. پلیس رو شما خل اصلاح کردی، پلیس رو حتی از تذکر لسانی من کردی طبق این لایحه. اصلا عجیبه، عجیبه. سر یک چیزایی داریم حرف میزنیم که آقا میفهمند استعاله فرهنگی، یه جنایت داره اتفاق میفته. من تعجب میکنم کسانی که دفاع میکنن از چی این لایحه دارن دفاع میکنن، از شالوده و بنیانش که عرض میکنه بود لجن اومده بالا. چرا؟ چه لجنی؟ بدعت، بدعت تبدیل یک حرام به تخلف. با چه جرأتی از امام جامعه این رو گرفتید؟ متن بیارید. یک
رفرنسی، یک منبعی که امام جامعه، رهبر انقلاب به شما این اجازه رو داده باشن که این تبدیل رو، چیزی که چند ماه قبل رهبر معظم انقلاب فهمود حرام سیاسی است، رو شما بتونید تبدیلش بکنید، طبق قانون قانونیش هم بکنید، تبدیلش کنید تخلف. اینها خیلی دردآوره، این گفتگوها خیلی زجرآوره که ما راجع به موضوعاتی گفتگو کنیم که سالیان سال نسبت بهش غفلت شده و الان باید در سر دوراهی قرار بگیریم که آیا این لایحه رو ما بهش تن بدیم یا ندیم. میگن به مرگ بگی که به تب راضی بشه، به اینجا رسوندند. و نکته آخر و سوال آخر این که در جایی که اعتراف رسمی سه تا رئیس قبا شاکله اصلی نظام رو شکل میدن مبنی بر این که قوانین موجود مکفیست، چرا این لایحه از دستور کار مجلس خارج نشد؟ چرا هنوز داره راجبش گفتگو میشه؟ این سوال جدیه، بهش فکر کنیم. یا علی، چون کلیپ خیلی واضح بود دیگه من توضیحاتی ندادم، دست این دوستمونم درد نکنه که واقعا داره زحمت میکشه. اما بریم سراغ پیامی که این خانم بدحجاب برای بنده نوشته. بذارید من صفحه رو یه مقدار بزرگش کنم که شما بتونید بخونید. این پیام جدیدم هست. سلام، خسته نباشی. میخواستم بهتون بگم خدا سلامتی بهتون بده، همیشه مادرم دعاتون میکنه. اصلا حجاب درست حسابی نداشتم، برعکس من مادرم و خواهرم، منظورش اینه که مادر و خواهرشون خیلی با حجاب بودن. مادرم خجالت میکشید با من بیاد بیرون. دوران اختشاشات بود، تو گروه برای آزمون وکالت عضو بودم. پیام های شما رو یکی داخل گروه میذاشت، عضو گروهتون شدم، منظورشون کانال تلگرام ظاهرا. یه فیلم گذاشته بودید، کنجکاو شدم دیدم. بعد از دیدن اون فیلم همه چیز عوض شد. اون شب خیلی گریه کردم. یادم وقتی در اتاقم رو باز کردم صدام در نمیمد. گفتم چرا من نه؟ امتحانش ضرر نداره. اوایل چادری شدنم برام سخت بود. ظاهرا همسرشون اجازه نداده حتی یه دونه چادر بره بخره که چادر مادرشون رو گرفتن. حتی برادر شوهرشون هم بهشون حرفای زشت میزده قبل از چادری شدن، اما ننوشتن چی میگفته. من تشخیص میدم و حدس میزنم که چی گفته. حالا شاید توی برنامه اینو کامل باز کنم توضیح بدم. بعد نوشتن که نه جرأت میکردن به همسرشون بگن، حتی وقتی به خود برادر همسرشون میگفتن حرفای زشت بعدی دوباره تکرار میشده. در ادامه نوشتن کارم شده بود قرص خوردن، احتمالاً از این قرص هایی که به اسم آرام بخش میدن به مردم که بیشترین عوارض رو داره و متاسفانه در بلند مدت آثار سوء بسیار بسیار زیادی داره. ولی بعدش که حجابم تغییر کرد انگاری به خودش اجازه نمیداد بیاد حرف به هم بزنه، یعنی برادر همسرشون منظورشونه. گفتم خدا چقدر تأثیر داشت، اینو مدیون شما هستم. کاش زودتر با کانالتون آشنا میشدم، زودتر اون فیلمو میدیدم. وقتی عکسامو نگاه میکردم از خودم خجالت میکشیدم. تمامشونو پاک کردم، زندگی جدیدی برای خودم درست کردم. یه دنیا ازتون ممنونم. نکته‌ای که تو این پیام وجود داره شاید اندازه 100 تا برنامه من اثرگذاری داشته باشه اگر کسی بشینه تو خلوتش به این فکر بکنه. چرا اینو میگم؟ برای اینکه یکی از کارکردهای حجاب اینه که حد و حدود شما و دیگران رو مشخص کنه. از آزار کلامی به دور باشید، از نگاه‌های هیز و هرز به دور باشید، از زیاده خواهی کسایی که شما رو به عنوان کالای جنسی می‌بینن دور باشید، اونها شما رو به عنوان یک انسان ببینن، به حریم خصوصی شما تعدی نکنن، روح و روان شما رو به هم نریزن. ولی اینه که ما تأکید میکنیم روی حجاب. جامعه اگر بی حجاب باشه، یعنی قید و بندی وجود نداشته باشه، سد و حائل و مانعی بین محرم و نامحرم وجود نداشته باشه، این جامعه محکوم به شکست در بنیانهای اخلاقیه. و اگر اخلاق رو از یک جامعه بگیری، فاتحه اون جامعه رو باید بخونی. این لایحه عفاف و حجاب دقیقاً داره این کار رو میکنه. برجام فرهنگیه. این دوستمون حرف خوبی زدن، میگن شما بهترین ساختمون رو بساز با بهترین متریال، با بهترین وسایل، به جای یه ماده 100 تا ماده اضافه کن، یعنی به جای یه اتاق 100 تا اتاق تو این ساختمون اضافه کن، بهترین دیزاین، بهترین نما رو براش بساز، اما هی و شالوده این ساختمون روی لجن باشه، روی گسل زلزله باشه، این دوزار نمیارزه.
شما اومدی گفتی سلبریتی رو جریمه میکنم مثلا 200 میلیون 300 میلیون 150 میلیون هر چی پیجشو میبندم فلان. باش، برای چی با این سلبریتی داری برخورد میکنی؟ چون در جامعه داره رواج بی حیایی و بی حجابی میکنه، درسته؟ حالا این خانومه با آستین کوتا بیاد بیرون، شما کارش نداری به عنوان شهروند عادی. چه شد آب در هاون کوبیدن که تو رفتی با اون سلبریتی برخورد کنی؟ دستتم درد نکنه، قبلا تو قانون همچین چیزایی پیش بینی نشده بود، هرچند با قوانین فعلی هم میشه اونو نقره داغ کرد، اما فرض میکنیم وجود نداشته. شما میری با اون برخورد کنی که روی این تاثیر نذاره دیگه، درسته؟ اونو جریمه کردی، پولر هم گرفتی ازش، صفش هم بستی، درش هم گل گرفتی. چهار تای دیگه از اونور، از آمریکا، از کانادا، از اروپا که ایرانی هم پیج دارن، اونا میان فعالیت میکنن. اونا رو میخوای چیکار کنی؟ قطعا اونا هم اندازه خودشون اثرگذاری دارن دیگه. حالا تو میگی با این مخاطبه کاری ندارم، آقای پلیس فقط برو عکاسی تو بکن، آقای نیرو انتظامی بسیج، سپاه، پلیس، ضابطه قضایی، شما حق ندارید به این بگید بالا چشه دبروه. ایشون میتونه آستین کوتاه اینا بپوشه، اینم حجاب عرفیه، به کسی هم ربطی نداره، حرفم بزنید بزنید تو دهنتون. اما چیزی که نگران کننده است فعالیت مشکوک یه عده‌ایه. یه دم در کنارش شما توی ایتا ببینید، بزرگترین کانالدارهای ایتا که قشر مذهبی اونجا هستن، اثرگذاری روی این قشر وجود داره، میان به صورت هماهنگ دیشب این رو می‌نویسن: جزئیات لایحه جدید حجاب. رفته یک کلیپ 2 دقیقه‌ای، کمتر از 2 دقیقه، شبکه 3 اومده کلیت این رو زده، کانالش قرار داده، بعد نوشته جزئیات لایحه جدید حجاب. این خودش یه دروغه دیگه، جزئیات لایحه جدید حجاب 70 تا ماده است، جزئیات یعنی همه چیز توش باشه. این کلیپ شبکه 3 کلیات رو مطرح کرده، بعد نوشته امیدواری مجلس هر چه سریعتر تصویب کند، وگرنه من یکی به این نمایندگان رأی نخواهم داد. این کانال همون شیخ امام سفید هست که قبلا بارها و بارها نقدش کردیم. از اون طرف یه شخص دیگه هست که باز ایشون هم به عنوان بزرگترین کانالدار ایتا شناخته میشه، ایشون هم یه پستی زده، نوشته آزمون مجلس در تصویب فوریت لایحه حجاب و عفاف. ظاهرا قرار روز یکشنبه در مجلس فوریت بررسی لایحه عفاف و حجاب به رأی گذاشته بشه. بعد خلاصش چکیدش اینه که حتما باید این تصویب بشه، رأی بیاره، اگر رأی نیاره چند ماه میره فلان و اینا، به محاق میره کلا. خب چیکار کنیم؟ به این چیزی که بد هست به فوریتش رأی بدیم، بعد حالا بعدن یک کاریش میکنیم. آره اینا حرف خودتونه واقعا، چرا اینقدر هماهنگ؟ ما حق نداریم شک کنیم، شما چرا دارید تاکید میکنید رو چیزی که غیر شرعیه؟ اسمتون هم گذاشتید مثلا تبیینگر و نمیدونم تحلیلگر و نمیدونم چی. شما دارید چی رو تبیین میکنید برای مردم، خصوصا قشر مذهبی؟ صورتی بازیاتون رو میشه صورتی بازی؟ کسی که مخالف دین باشه، بابا جان تو این لایحه اومده حجاب عرفی، برید متنشو یه بار حداقل خدا پیغمبری متنشو بخونید، نوشته عرفی، حجاب عرفی، حجاب شرعی نیست، حجاب عرفی. یکی دیگه از برنامه گفتم دیگه، عبدالکریم سروش داره چیکار میکنه؟ میگه دین باید عرفی باشه، دین تابع عرف باشه، نه اینکه عرف تابع دین باشه، برعکس داره میگه. شما دارید همون حرفو تکرار میکنید دیگه، منتها توی قالب دیگه. بعد ما حق نداریم نقد کنیم؟ این حرکات حرکات مشکوکیه. فکر میکنم که یک برجام فرهنگی، یک جام زهری رو میخوان به رهبر معظم انقلاب بدن، که من قبلا هم این رو گفتم، حتما ما مردم باید مطالبه گری بکنیم، حتما باید پای کار بیستیم این اتفاقات نیفته. چون اگر این اتفاق بیفته فاتحه ایران و جمهوری اسلامی رو بخونید، چون این برجام فرهنگی از همه چیز خطرناک تره. دشمن تو حوزه اقتصادی حمله کرده، تو حوزه نظامی هر کاری تونسته کرده، تو سیاست خارجه هر کاری تونسته کرده، تو حوزه فرهنگ 20 ساله داره کار میکنه، از زمان خاتمی به اینورم شدت پیدا کرده، بیش از 20 سال. اگر کوتاه بیایی شل بگیری سفت میخوری، حالا میخوای مذهبی باش میخوای غیر مذهبی باش، اگر این برجام فرهنگی رو بهش تن بدی توی اقتصاد میچاپن میبرنت. ما به پتروشیمی‌ها اعتراض می‌کردیم، یه عده می‌گفتن چرا دارید اعتراض می‌کنید. الان این نامه رو ببینید، کاسبان دلاری فروشی مواد اولیه ایرانی به ایرانی‌ها هوای همدیگر رو دارن. این چیه؟ کمک 476 میلیارد تومانی فولاد مبارکه به اتاق بازرگانی. وقتی تن به برجام فرهنگی بدی، اینجا جلوی این مشکلات اقتصادی، این تخلفات، این رانت‌ها، این ویژه‌خواری‌ها نمی‌تونی بیستی. چرا؟ چون سرتو اونجا گرم کردن، کلت باید اونجا تو برف باشه که اینا بتونن این کارا رو بکنن. 10 بار گفتم، نیاز باشه 1000 بار دیگه هم میگم، برای تخدیر افکار ملت بحث حجاب و عفاف و اینا رو پیش میکشن، از اون طرف یه عده‌ای میخوان ولنگاری رو ترویج کنن که جوانها غرق فساد بشن، بچاپن ببرن. حالا اگر دوست دارید مملکتو بچاپن، خودتون رو بزنید بخواب. یا علی، التماس دعا، خدا نگهدارت.